شورای اتحادیه اروپا و پارلمان اروپا روز سه‌شنبه به توافقی موقت برای ممنوعیت ورود محصولات ساخته شده توسط نیروهای کار اجباری به بازار اروپا دست یافت. در این توافق برای کمیسیون اتحادیه اروپا و همچنین کشورهای عضو مسئولیت‌های مشخصی تعریف شده که بر اساس آن هر یک از این اعضا باید اقداماتی در جهت شناسایی شرکت‌هایی که از کارگران اجباری استفاده و آنها را استثمار می‌کنند انجام دهند. همچنین ورود این محصولات به بازارهای اروپایی ممنوع و تمام اعضا هم باید از این محدودیت پیروی کنند. این توافق موقت البته هنوز جنبه الزام‌آور ندارد و ابتدا باید به صورت رسمی در پارلمان اروپا تصویب و سپس از سوی شورای اروپا تصویب تا اجرایی شود. اتحادیه اروپا در حالی محصولات ساخته شده توسط کار اجباری را ممنوع می‌کند که صدها هزار مسلمان اویغور در چین از سالها قبل به این سو با کار اجباری مواجه هستند. به رغم گزارش‌ها و هشدارهای نهادهای حقوق بشری تاکنون تغییری در وضعیت آنان صورت نگرفته است. اوایل سال جاری میلادی پس از نشر گزارش‌ها از کار اجباری اویغورها در چین توسط شرکت بزرگ مشترک آلمانی چینی، این شرکت اعلام کرد که بخش عمده‌ای از فعالیت‌هایش در چین را متوقف خواهند کرد. هرچند چین بارها کار اجباری اویغورها را رد کرده، اما گزارش‌ها و مستندات نهادهای حقوق بشری بین المللی نشان داده که مسلمانان اویغور به ویژه در ایالت سینکیانگ همواره تحت فشار بودند. علی سرداری نویسنده، مترجم و تحلیلگر سیاسی از پاریس با ما همراه هستند. سلام، وقت شما بخیر. آقای سرداری، آیا این تصمیم تازه اتحادیه اروپا بر وضعیت سایر نقاط جهان از جمله مسلمانان اویغور در چین که سالهاست با کار اجباری مواجهند تأثیر خواهد گذاشت؟ با سلام خدمت شما و شنوندگان و بینندگان شما. ببینید، روزنامه لوموند فرانسه یک گزارش مفصل از این همین اتحادیه اروپا داده. روزنامه بر این باوره که اتحادیه اروپا طوری در این زمینه حرکت خواهد کرد که چین عصبی نکند، ناراحتش نکند و به تجارت جهانی هم ضربه ای نزند. پس اومد 2022 تر مطرح شده، الان اومدن بحثش میکنن. حالا چه این نتیجه بده، چطور نتیجه بده معلوم نیست. یکی هم آمریکا یه محلی رو که مسلمان ها اونجا کار اجباری میکردن به نام سینکیانگون در اونجا کار میکردن، اونجا رو تحریم کرد. چین ورده که مسلمان ها برد یه منطقه دیگه، یعنی به صلاح اون منطقه تحریم کردی باشه، از این منطقه دیگه به صلاح مسلمان ها کار اجباری داره میکنه. این طرح یه نوعی است که مستقیم برن روی تحریم چین، نه این کار رو خواهند کرد، من توانش رو دارم. بنکه چین اونچنان در اتحاد اروپا خودش تقویت کرده، تحریم چین با مشکلات بزرگی رو مواجه خواهند شد. بله. به احتمال زیاد این طرح رو انجام نخواهند داد. مثلا برای این نمونه همین الان الجزیره از اسرائیل گزارش داد، وزیر اسکان اسرائیل 18,000 خانه های مسکونی در کنار باختری خواهد ساخت. همه این رو 2 ساعت پیش این گزارش داد. یعنی این گزارش ها یه مقدار با الفاظ فکر کنن شروع شده، با الفاظم به پایان خواهد رسید. بله، انجام چه اقداماتی در سطح بین المللی میتواند چین را وادار کند تا از فشار علیه مسلمانان اویغور و کار اجباریانان دست برداره؟ متاسفانه باز در اینجا پرسش منفیه. ببینید الان در حال حاضر چین به صلاح خود کشورهای اسلامی الان مثل 165,000 دلار قرض داره. اسرائیلیا بینا میگن فلسطین ببرید تو سینا اسکان بدید، ما این پولتون رو ببخشیم. یا مثلا ترکیه گاز و نفت اسرائیل میده، مثلا ماشینای باری میان عربستان سعودی، دبی از اردن وارد اسرائیل میشن همین الان، ولی فلسطینیا در محاصرن. و مثلا هر اتیم در این سطح زده میشه حرفا بسیار
با حالت شوخی داره منفیه. یه مقاله الان القدس عربی نوشته به حرفای به اعمال بایدن نگاه کنید، نه به حرفاش، در عمل با اسرائیل، در به اصطلاح حرفای دیگه برای فلسطینیان میزنه. یعنی که با چین یه پیام برای ایران داد چند ماه پیش که با کشورهای منطقه رابطه درست کن که ما بتونیم اقتصاد در منطقه با همه برقرار کنیم. از اون به بعد رژیم ایران با چین رابطه درست کرد، یک کلمه دیگه علیه کشورهای عربی حرف نمیزن، حتی در رابطه با اسرائیل. یعنی که روندی نیست که اخبار مثبتی برای مسلمانان اوگور متاسفانه وجود داشته باشه. الان در جهان 2,700,000 تا طبق گزارش لوموند به صورت کار اجباری وجود داره. یعنی این کار اجباری یه طوری در همه جا فعلا حضور دارد و داره پیش هم میرد. فکرم نکنم به صورت در چین از این کارش دست برداره. ببینید قبل از این اون رهبر تبتی ها هر روز تو اروپا بود یا در آمریکا. چند سال پیش اصلا رابطه این قطع شد، اصلا دور شد رفت هوا، دیگه ازش خبری نیست. چین به این قویی در مقابل کشور اسلامی اونطوری، اتحاد اروپا با هزاران ملاحظه، آمریکا با ایسای مشخصی، به نظر نمیاد یه کار موفقی در این زمینه برای مسلمانان الگو صورت بگیره. ممنونم از شما. من در خدمت شما. ممنونم. علی سرداری، نویسنده، مترجم و تحلیلگر سیاسی از پاریس.